فرمانده نیروهای ارتش ملی در غرب کشور هشدار می‌دهد اگر طالبان با روند صلح یکجا نشوند سرکوب خواهند شد. این مقام ارشد نظامی تاکید دارد موانع سد راه صلح از سوی حکومت افغانستان برداشته شده و طالبان باید از فرصت به میان آمده استفاده کنند. در همین حال شورای ولایتی هرات باور دارد بدون سهمگیری کشورهای همسایه صلح در افغانستان تأمین نمی شود. همکار موسی نیکا گزارش می دهد. هشدار فرمانده ارتش ملی در غرب کشور به طالبان. فرمانده نیروهای ارتش ملی در غرب افغانستان در این نشست خبری با رسانه ها به طالبان هشدار می دهد اگر با روند صلح یکجان نشوند توسط نظامیان افغانستان از بین برده خواهند شد. از دید فرمانده ارتش در غرب کشور موانع سد راه صلح از سوی حکومت افغانستان برداشته شده و طالبان باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند. از خطوه ما میمونیم به صلح بریم. مردم ما از جنگ خسته است، ما باید از صلح بکنیم. ما از صلح پشتیبانی میکنیم. در هر قدمی که باشه ما از صلح پشتیبانی میکنیم. مگر اون تا کسی که افغان است در مقابل افغان ها جنگ میکنه و اجنبی است در مقابل از او همیشه ما استاده هستیم. این مقام ارشد نظامی در زون غرب کشور تاکید دارد در جریان چند ماه پسین 41 عملیات گوناگون برای سرکوب هراس افغانان در زون غرب کشور راه اندازی شده و طالبان از سوی نیروهای ارتش و نیروهای کماندو سرکوب شدند. در مجموع هم تلفات بسیار گسترده به طالبان داده شده است و هم مینایی که همیشه به خاطر از بین بردن پل و پلچک بود ما رو خونسا ساختیم، انفجار دادیم، شما شاهدش هستین و سرگروپایش هم دستگیر شده است، با ارگانهای حدی و قضایی سپرده شده است. در همین حال شورای ولایتی هرات نقش کشورهای همسایه در موفقیت گفتگوهای صلح را اثرگذار می‌داند و باور دارد تا زمانی که کشورهای همسایه نخواهند صلح در افغانستان تامین نمی‌شود. صلح بدون خواسته کشورهای همسایه خارجی به افغانستان نخواهد آمد تا زمانی که نخواسته باشد، چون صلح ما همیشه می‌خواستیم به دست ما نیست. کسان هستند که دشمن اونا تقویه میکنه و اسپانسر میکنه و کمک میکنن، اونا میتونن صلح به افغانستان بیارن. در حالی که در این اواخر تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شدت گرفته، اکنون مقام های ارشد نظامی در زون غرب کشور نیست که دارند آنان به خاطر تامین صلح در کشور می جنگند و تلاش دارند فرماندهان ارشد گروه طالبان در حوزه غرب با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان تشویق کنند. حسین نیکا، آریانا نیوز، فرماندهی 207 ارتش، هرات.